درود و گاهتان نیک باد. گفتگوی زنده آخر خط را با میزبانی من رشاد زریر از نور تماشا میکنید. صلح دولت و حزب اسلامی باز آغاز پس از توقف طولانی. آیا این بار شورای عالی صلح طرفین را به آغوش هم خواهد کشاند؟ پس از دو ماه ایست مبهم و سردرگمی در روند گفتگوهای صلح میان دولت و حزب اسلامی و انتشار خبرهای مبنی بر به بن‌بست رسیدن این مذاکرات، اکنون هیئت تازه از این حزب دروازه آشتی با دولت را دوباره دقل باب کرده و برای از سرگیری گفتگوها وارد کابل شده است. از سوی دیگر، شورای عالی صلح در تناقض با گفته‌های پیشینه‌تر معاون این شورا در مجلس نمایندگان، توافقنامه آشتی دولت با حزب اسلامی حکمتیار را نهایی می‌داند و در انتظار امضای این سند میان طرفین است. این در حالی است که در فرایند دو ماه انتظار مبهم شورای صلح در راه نمایندگان حزب اسلامی، تارنمای رسمی این حزب نوشته بود دیگر مذاکرات صلح میان حکومت و این حزب زنده نیست و مسئول توقف آن هم حکومت دارانند. پس از هیئت با ساختار تازه و برنامه تازه برای پیشرفت گفتگوها از سوی حزب اسلامی حکمتیار، آیا این حزب راه را به آشتی منتهی خواهد کرد؟ در محور همین پرسش گفتگو را می‌گردانیم با حضور آقایان سید عبدالمقدم امین، آگاه سیاسی، و شریفی بلخابی، نماینده مردم در مجلس. جناب شریفی صاحب، درآمد با شما. وقت هیئت پیشینه آمد، این همه با تأخیر و تعلل و بالاخره فرایند طولانی نتانست دست کم دستاورد قابل ملاحظه ایره که مردم افغانستان گواه اون باشن که دست کم آقای حکمتیار یا هوادارانش یا حزب اسلامی به رهبری او به روند گفتگوهای صلح با دولت میپیونده و به آغوش دولت میآید، چنین چیزی نشد. از این نمایندگان یا هیئت با ساختار تازه چی انتظار میشه داشت؟ تشکر بر سلام و مذر شما و جناب امینی سایی و بینندگان تلویزیون شما. درود میفرستم بر وای پاگو تیوی همین شهدای خیر. متاسفانه موضوع صلح بسیار بی‌محتوا گردید در افغانستان. بحث صلح، مذاکره، مفاهمه و آشتی چون یک برنامه دقیق، استراتژی مشخص و یک برنامه مدون نداشته، به پروسه صلح سلیقه‌ای، شخصی، فردی، مقطعی و به شکل بسیار پراکنده برخورد شده. به نظر خود من فعلا در رابطه با موضوع صلح بحث کردن یک چیزی تقریبا بی فایده یا بی محتوا به نظر میرسه. به این معنا شما میدونید از 10-12 سال به این طرف ما قبل از شورای عالی صلح تحکیم وحدت را داشتیم به ریاست جناب مجددی صاحب، و بعد از شورای عالی صلح شده و یک هزینه بسیار کلانی در خصن مصرف شده، ولی دیدیم که عملا ما به یک نتیجه، به یک قدم عملی نرسیدیم. بسیار محدود گاهی در داخل کشور یک قومندان به پروسه صلح تسلیم میشه، دو مرتبه یک امکانات و مهمات باز پس میگیره و برمیگرده به مصفوف مخالفین، یا در صد کلانترش بین دولت ها و بین بالاخره کشورها ما میبینیم بسیار نشست های چهار جنبه پیش از اون نشست های دیگه بار نشست هیئت ما رفته به پاکستان در طول سالها، ولی یک نتیجه ملموس، مطلوب و عملی را ما سراغ نداریم. و شدیدترین بحث صلح نشست چهار جانبه بود، شما در یاد دارین، و بسیار فوق العاده آمریکا و چین و افغانستان و پاکستان و بسیار گپا و پلانای خوب را در حد شعار گفتن و تعهدات بسیار جدی را پاکستان اینجا داد، ولی شما نتیجهش امروز هم میبینید، دیروز هم دیدیم. میخوایم بگم که با این درآمد اگر برنامه صلح با همی سبک و سیاقی گذشته پیش بره، زیاد ما امیدوار در این قسمت نیستیم. اما در رابطه با مشخصا بحثی حزب اسلامی، در این شکی نیست که حزب اسلامی در افغانستان نفوذ خود داره و شخصیتی بسیار برجسته داره. امروز در دولت هست، در بدنه دولت هست، در مقاطع مختلف هست، در همه جا هست. و ای که اونا آمدن عزم و آهنگ صلح مطرح کردن
و مردم افغانستان شما در یاد دارین استقبال کرد، حکومت افغانستان استقبال کرد، شورای عالی صلح استقبال کرد و ما هم از همین میز شما خوشبینی خود را اعلان کردیم، ولی متاسفانه اونقدر پیچید و اونقدر تبادل نظر صورت گرفت که بعد از دو سه ماه این کلم یکون شد یا بالاخره انصراف داده شد بیخی همونطور که شما گفتین. و اون امید و باورمندی که واقعا یک دلسوزی در اینجا وجود داره و بعد بالاخره یک ایزبی پرسابقه افغانستان به نام ایزبی اسلامی به رهبری جناب جنرال صاحب حکمتیار و بیاید در جمع مردم و دولت قرار بگیره خوب بود، ولی نشد. دو مرتبه باز ما میشینیم که از گوش کنار ایحتی جدید و بحثی جدید و گفتمان جدید و چرا مطرح میکنن یک لیستی بسیار درازی را ما داشتیم که اینا شرایطی داشتن، بحث شریکی در کابینه، بحث در انتخابات، بحث شرک های مهاجرین برای مهاجرین و بحث های دیگه ای داشتن که اکثرا از طرف خروج خارجیان اکثرا از این شرایط به نظر من از طرف شورای عالی صلح پذیرفته شد، به استثنای یکی دو مورد که او بحث کمیسیون انتخابات بود و بحث زمان بندی نیروهای خارجی بود. شما ببینین یک چیز رو ما زیاد نبریم، ما خودم شدیدا طرفدار ازی هستم که هیچ خارجی در افغانستان نباشه، ولی وقتی ناگزیری رو در کشور ببینم روزی 12 میلیون دلار حداقل سکتورهای امنیتی و سربازان من و شما در گوشه گوشه از کشور مصرف داره، روزی 12 میلیون دلار. اونم شما میبینید فعلا ما در یک جنگ بسیار شدیدی ناخواسته قرار داریم، شما وضعیت هلمند میفهمین، وضعیت قندوز میفهمین، وضعیت سریپول و فاریاب میفهمین، جوزی جان و بقیه سرحداتی با شما. آیا امکان عملی این موضوع داره؟ عملا نداره، دست و پای ما شما بسته است. ما آیا امکان این دولت داره، خزانه ما داره، وزارت مالی ما شما داره که روزانه 12 میلیون دلار آماده بکنه تا بالاخره ماشین جنگی اردوی من و شما، پلیس من و شما و امنیتی ما و شما یعنی در حرکت باشه؟ نه نداریم. خب وقت روند گفتگوها ظاهرا به بنبست میرسه، به نماینده های حزب اسلامی از شورای عالی صلح میرن و اوراق و اسناد را گرفته و اینها دو ماه منتظرشان می نشینند. خود معاون شورای صلح در حضور شما نمایندگان مجلس در پاسخ به شما گفت که هیچ خبر و هیچ پیام و سلامی طی همین مدت از حزب اسلامی و نمایندگانش ما نداریم، که می آیند نه، ولی ما چشم براشان هستیم. ولی خلاف چشم براهی اینا به ساختار پیشین، با تغییر در ساختار و تشکیلات و افراد تازه در هیئت تازه، هدف حزب اسلامی از این دگرگونی در کنش چی است؟ شما ببینین دوستایی که از طرف حزب اسلامی آمدن و دوستایی که در اینجا هستن افغان ها هستن، دوستای ما هستن، مجاهدین هستن، برادرای ما بودن، یک روز در جیب ما شریک بودیم، در شک نیست. از اینکه نیت از اینا چی هست، سوال شما بود آیا در اینجا به نحوی امتیاز خواهی است، امتیاز طلبی است یا نه بغرنگ کردن بحث مذاکره و به چالش کشیدن بحث مذاکره تا اینکه بالاخره به یک نتیجه نرسه. به نظر من هدف از دیگرگونی در ساختار هیئت چی است؟ میخواستم همین رو بگم، یعنی وقتی اونا با یک برنامه متفاوت باره دیگه بعد از دو ماه انتظاری یعنی میخوام بگم که منظور چی هست. منظور این هست که در این قسمت آیا بالاخره بحث امتیاز مطرح است؟ اگر منظور و نیت از اونایی باشه که بحث امتیاز مطرح است، فعلا امتیاز چی داره؟ افغانستان چی امتیاز داره؟ بحثی بالاخره خارجی گفتم یک ناگزیری ما داریم و میتوانه کسی مدعی هست که به روز 12 میلیون دلار در بالاخره وزارت دفاع و امنیت و پلیس بده؟ نه، کی عملا این کار میکنه؟ اگر بحث اونا مدعی هستن که متن نهایی شده را همراهشان آوردند، میخوایم بگم دیگه، یعنی اون چی که باشه، یعنی اون چی باشه از این دار خارج نیست، با تغییراتی که اونها آوردن، با اون متغیرهایی که اونها در پیشنهاد کردن، میخوایم این نکات اساسی از اوناست. یعنی چی این متنی که فعلا آوردن، چی متنی قبلا بود و یکی از جای بسیار مهم و جنجالیش بحث خروج نیروهای خارجی بود دیگه. بله. و این یک بحثی است که برای ما شما فعلا سنگین تمام. خیلی کوتاه از یک جای بحثتون یک بحث میخوام کمی برجسته بسازین. کوتاه‌تر این که در جمله حرفاتون گفتید که
مردم افغانستان، در جمله کسانی را که گفتید استقبال کردن از حکمتیار، این هم گفتید که مردم افغانستان استقبال کرد. واقعا با توجه به واکنش هایی که در آغاز گفتگوهای صلح دولت و حکمتیار ما از مردم، چی در رسانه ها، چی در صفحات اجتماعی و چی در محافل و اینها دیدیم، مردم افغانستان تمامش استقبال میکنن از حکمتیار؟ نه، بحثی که مخالفت ها وجود داشت ما در فضای مجازی میدیدیم. بحثی هست که او مخالفت ها مگر در یاد شما باشه این گونه بود که ما امتیاز نمیتیم. ما اون اشاره کردم، ما یک امتیاز بالایی نمیتیم. اگر مهاجرین همش نیازی به یک چلتر و یک بالاخره جا داره و همه مهاجرین داره، نه 20,000 مهاجر، ما 4 میلیون مهاجری که داریم همش اینه داره. بحثی اعتراضایی بود. اگر بحثی بالاخره انتخابات چیز و کمیسیون های انتخاباتی بود، اونجا اعتراض بود که نه اینجا بیای بالاخره از زمو پروسیجر اداری قانونش تای مراحل شود، دیگه یک امتیازی جدا و پوند دیگه اینجا مخالفت ها بود. شما متوجه هستین؟ یعنی تفکیک شو بس در اصل به پروس آمدن و بالاخره یک جمع از افغان ها بیای بالاخره در جمع مردم افغانستان بی پیونده، این را همه قبول داشتند. ولی در کسانی بودند که متهم به کشتار مردم افغانستان کردند. خب اونا موردی بود. بله اونا موارد بود که او به جای خودش باقی است. چی من افغانی که در ایران باشم، چی در اروپا، امریکا، پاکستان باشم، چی در اینجا باشم، بحثی کشتار، بحثی کسانی که بالاخره چی کرده، او یک چیز بسیار روشن است و مشخص است، او یک بحث جدایی است. ما نباید خلط کنیم. میخواستم بگم که ما از پروسه صلح همه افغان استقبال میکنه، هیچ کسی مخالف نیست، ولی با روی کرد ازی، با نحوه ازی، با چینش ازی، با بالاخره چارچوب ازی، اینجا حرف عریض بود. سپاسگزارتان جناب امین صاحب. درآمد شما، ما در این بحث مبهم و در این راه پر فراز و فرود، راه یا جاده پرخم و پیچ گفتگوهای صلح دولت و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار، به کی واقعا باور کنیم؟ آیا به دولت افغانستان، به مقامهای دولتی که گاهی خودشان میان خودشان پارادوکسیکال حرف میزنن، به اونها باور بکنیم؟ آیا به شورای عالی صلح باور بکنیم؟ به افرادش که حالا نمایندهش با نمایندگی از شورا در مجلس نمایندگان چیزهایی که گفت امروز تا جای خلاف اونها را میگه؟ آیا به نمایندگان یا هیئت پیشین حزب اسلامی حکمتیار باور بکنیم؟ آیا به هیئت جدید و تازش باور بکنیم؟ آیا هم به اعضای حزب اسلامی که در ساختار امروزین دولت هستند به اینها باور بکنیم؟ اصلا ما با چی مدرکی امیدوار این باشیم که اول اینکه آقای حکمتیار و هوادارانش میان با دولت میپیوندند، و دوم اینکه واقعا به سود بحث صلح و جنگ افغانستان تمام میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب خدمت جناب شما و جناب وکیل سی و شنوندگان. اولا پدیده جنگ و صلح خیلی در افغانستان طولانی شد. تقریبا ما در دهه چهارم است که با هم می جنگیم و صلح هم دنبال این جنگ روان است. صدای صلح هم همیشه از حنجره های مختلفی بلند میشه، ولی افغانستان نه به صلح رسید و نه تکلیف جنگ روشن شد که الان جنگ که ها از این سود می برن، بالاخره دامنه های جنگ به کجا کشانده میشه؟ ایالات متحده امریکا و کشورهایی که عضویت ناتو را هم دارند طولانی ترین جنگ بیرون از مرزهای اروپا تجربه میکنند در افغانستان، که اینها هم تقریبا فعلا در یک حالت قرار دارند که هم نمیتونند که امنیت تامین کنند و هم آبرومندانه کشور را ترک بکنند. وضعیت به همین منوال است. ما به نظر هستم که قانون اساسی به عنوان یک مدیر، به عنوان رئیس، به عنوان مربی، به عنوان حامی حقوق تمام شهروندان در سطوح بالای نقض میشه از اول تا امروز که میبینیم، در حالی که قانون اساسی پاسخگوی سرنوشت همه مردم ماست. به هر حالت حالا بحث ما چون موضوع صلح و آمدن حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار هست، حرکت های زیگزاگ مانند حکمتیار و موقف گیری های متفاوتش در زمانهای مختلف این را نمود میکنه که هنوز حکمتیار در اختیار خودش نیست، هنوز تابع وضعیت منطقه است و در نهایت ارتباط میگیره با سیاست های منطقوی و سیاست های کلان جهانی. در قدم اول حکمتیار فعلا هم به عنوان یک واقعیت اونقدر سنگرهای مستحکم در کشور هم نداره، عملا با دولت هم نمی جنگه و در این حال
با طالب هم سازگار نیست و در حدود 95 درصد اعضای بلندپایه حزب اسلامی و کسایی که مؤسس حزب اسلامی بودند عملا در دولت هستند و تنها حکمتیار و یک چند فردی محدودی بیرون از کشور است. به نظر من حزب اسلامی درست از یک حزب بسیار مقتدر بود در دوران جهاد، تاثیر خود بالای افکار عامه داشت، در معادلات بین المللی تاثیر خود کاملا داشت، البته در زمانش، در زمان خودش. و امروز افغانستان بعد از نشست بوند، یعنی بعد از 2001، اوضاع در حوزه های مختلفی زندگی در افغانستان کاملا تغییر کرده. باید حزب اسلامی اولا جایگاه خود به عنوان یک واقعیت ملی تثبیت بکنه که در کجای این وضعیت قرار داره، و بعد از اینکه حالا شرط هایی که حکمت طرز گذاشته که خب نیروهای بین المللی کشور را ترک کردن و حکومت افغانستان هم حکومت مشروع نیست، خب آیا این استعداد و این ظرفیت از جناب حکمتیار صاحب در خودش میبینه که اوضاع کنونی را در افغانستان مدیریت بکنه؟ به نظر من اینها دور از منطق است، و با همه احترامی که با حزب اسلامی و جناب حکمتیار صاحب داریم، پس آمدن آقای حکمتیار هیچ خوشتی از دیوار ناامنی افغانستان نمیکنه؟ من قبلا هم نظر من می بود که فعلا بس جای دیگه است. هنوز وضعیت افغانستان در مدیریت جامعه جهانی است، هیچ فردی افغان اونقدر صلاحیتی را نداره، قسمی که وکیل صاحب گفت همه زندگی ما وابسته به کشورهای بیرونی است، تجهیزی متعلق به اردوی ما و شما، معاشاتشان، همه پروژه های کلان اقتصادی من به نوی متعلق به کشورهای بیرونی است. الان اگر ما با کشور ما صادق باشیم، الان فکر بکنین که اگر حکمتیار صاحب واقعا در قضایای افغانستان دقیق معلوماتش تکمیل باشه و خود سهیم در سرنوشت مردم مسئول بدانه، فعلا حکومت بنابر توافقنامه ای که دو تیمی به اصطلاح برنده در رابطه با بعد از نتایج انتخابات داشتن، عمری حکومت هم به پایان رسیده و فعلا تمام احزاب سیاسی و جامعه مدنی و نخبه های سیاسی برخلاف همین نظام است. اگر حزب اسلامی هم در این روند میپیوند، بهتر بود که اینها با یک تشریک مساعی در یک ساختار ملی اینها جمع میشدن و یک طرح معقول را برای برون رفت. خب با توجه به این جای بحثتان، اگر من پاسخ اون پرسش را آنگونه یافتم که خب آمدن آقای حکمتیار زیاد هم سودمند تمام نمیشه، و با توجه به ظرفیت و کارایی کنونیش و بحث صلح و جنگ افغانستان، ولی دست کم برای خودش انتظار این بود که برای خودش کار شوه، آقای حکمتیار شخصیت سیاسی خودش را بتونه بازسازی بکنه، ولی اگر قرار باشه که یکی از خواست‌ها و آرمان‌های آقای حکمتیار در این بحث مشروعیت خواهی باشه و دوست داشته باشه که برای خودش مشروعیت ببخشه، اینکه در صفوف حراس افغانان یا هم مخالفان دولت افغانستان نباشه، ولی خود آقای حکمتیار ظاهرا ساختار کنونی دولت افغانستان را آنگونه که شما باور دارید نامشروع میپنداره، یا خیلی ها با این حال برای خودش هم سودی نخواهد داشت. باوری من است که حکمتیار به هیچ صورت در پروسه صلح نمیپیونده، باور شخصی من همین است. بنابر چه دلایلی؟ وضعیت کنونی به نفع حکمتیار نیست. از یک طرف تمام شخصیت هایی که متعلق به حزب اسلامی بودند اینها را کاملا از دست داده، روند فعلی و فرهنگ حکومتداری امروز با فکر و تفکر حکمتیار به هیچ صورت سازگار نیست و هنوز خیلی راههایی داره حکمتیار که باید اونها را جواب بده تا اینکه به پروسه صلح بپیونده. و بعد در نهایت قسمی که رهبرای محترم جهادی دیگر اینجا حضور دارند که تاثیرات از اینا را شما کمتر میبینیم، اینی در فضای در حوزه سیاسی اینها تصمیم گیرنده نیستن. هنوز ما درست است که این ملت مردم افغانستان در برابر کفر جهانی جنگ این موفق شد و بالاخره شهیدای زیادی به پیشگاه پروردگار تقدیم کردند، اما باید این را به عنوان یک واقعیت بپذیریم که امروز روند جهاد حاکم نیست در کشور. اگر ما بگیم که مطابق بله در قانون اساسی تذکر رفته که دینی مردم افغانستان دین اسلام است، ولی باید بپذیریم که هنوز ما در برابر فرهنگ دینی و فرهنگ جهادی و فرهنگ غربی و دموکراسی که امروز غرب تعریف میکنه هنوز ما مشکل داریم. هنوز خب واضح تر این که فرهنگ کنونی افغانستان با ایده و افکار آقای حکمتیار سازش نداره به هیچ وجه، یعنی چی؟ حکمتیار از زمانی که در حوزه سیاسی فعالیت میکنه، حرکتاش حرکتایی بوده که همیشه توأم با کودتا و به نوی خشونت آمیز، این هیچ گاهی برنامه برای
برای افغانستان که یک طرح معقولی که بتونه افغانستان از بحران نجات بده، همچی یک طرحی ولی ولی برخی همین روی کرد آقای حکمتیار را همصف بقیه گروه های آراس افغان مثل طالبان قلمداد میکنند. البته شما با تفاوت مینگارید یا که فکر میکنید چون این چیزی هست؟ بعضی حکمتیار از انظار مردم دور نیست، یعنی اگر ما در هر قدری درباره حزب اسلامی صحبت بکنیم، به رهبری جناب حکمتیار صاحب در افکار مردم، در اندیشه مردم، در باورهای مردم مشخص از نیاز به توضیح نیست. اما در رابطه با صلحی که امروز رنگ و رنگ با گذشت یک ماه و دو ماه صفحه خود عوض میکنه، ما در اینجا دو اصل، دو چیز دور نمیدانم، دو تفکر یا دو تصمیمی را که آن هم متعلق به کشورهای بیرونی. اولا پاکستان بعد از نشست وارسا در این زیوای سیاسی به سر میبره و در نهایت امریکایی هم فشار بسیار بالای پاکستان آوردن و پاکستان هم قول و چیزایی که برای افغانستان داده بود اونها را نتونست عمل بکنه و موقفی دولت افغانستان برابر آقای اشرف غنی در پاکستان در قبال در وارسا در قبال پاکستان کاملا شفاف شد و اینا باعث میشه که پاکستان از این وضعیت خود بیرون کنه و بالاخره وضعیتی که در افغانستان هست جنگ رنگ و وضعیتش عوض بکنه. حالا چی طالب است، چی داعش است، چی حزب اسلامی است، چی راهکارهای دیگری که پیش خود پاکستانی است. ما به نظر من است که با همه احترامی که با حزب اسلامی دارم، بازم من به این نظر هستم که کلا حزب اسلامی تابع سیاست‌های پاکستان است. اینکه حزب اسلامی خودش آگاه است یا نیست، گاهی ما شما در بازی‌های بین المللی آگاهانه و ناگاهانه در پروسه قرار می‌گیریم از یک طرف، و از طرف دیگر امریکایی ها هم بخوایم نخواهیم در افغانستان موفق نیستند. روزانه بسیار هزینه میکنند، مثل که روسها هزینه کردند، کشته دادند، در نهایت در حوزه اقتصادی کاملا اینها ورشکسته شدند و با یک نشستی که در ژنو داشتند بالاخره به یک توافق جهانی رسیدند و اتحاد جماهیر شوروی افغانستان را ترک کرد. این هم از امکان دور نیست که شاید اینمی بازی ها هم امریکایی ها برای بندازن یک راه برون رفتی برای بیرون رفتی ایالات متحده امریکا از افغانستان بوده باشه، که چون در یک باطلاق خطرناکی گیر مونده. اما به صورت کل اگر ما در رابطه با اگر ما همی پروسه صلح هم موفق بدانیم، من متیقین هستم که خدا کنه که موفق باشه، ولی بر با موفقیتش هم ما هیچ نوع تأثیری در روزای امنیتی با آمدن حزب اسلامی به رهبری حکمتیار در فضای سیاسی و امنیتی نمیبینیم، مثل دیگر رهبرایی که یک گوشه کابل گرفتن و بالاخره در یک جای زندگی میکنن و در محافل های بالای دولتی شرکت میکنن، اما در فضای سیاسی تاثیرات خود در فضای امنیتی و سیاسی ما فکر نکنم که حزب اسلامی بتونه تاثیر خود داشته باشه. خیلی سپاس. باور آقای امین سرانجام میشه این گونه برداشت کرد که باورشان این هست که آقای حکمتیار با توجه به اوضاع کنونی افغانستان و آمیزش ایدئولوژیکش با سیاست فعلی افغانستان میلی برای آمدن به ساختار و تشکیلات دولت کنونی افغانستان را نداره. با این حال آیا تمام این صحنه هایی که در جریان و فرایند بود تا همین چندین ماه اخیر، از نشانی شورای عالی صلح، از نشانی دولت افغانستان، از نشانی برخی از افرادی که حالا نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار خودشان را معرفی کردند، واقعا اینها سناریو سازی هایی بوده، پشتشان بازیگران فراتر از این بوده، آیا میتونه قدرت های کلان مثل آمریکا هم پشت این صحنه بوده باشه و اینها به عنوان بازیگران مثل هنرپیشه ها روی صحنه برای فریب و ترفند مردم افغانستان آمده بودند، یا چه چیزی میتونیم در دورنماش داشته باشیم؟ و اگر چنین چیزی در ساختار کنونی، در ساختار پیشینش بوده، در ساختار تازه هیئت حزب اسلامی آیا بازی تازه‌ای در راه هست، یا هم خلاف باور افراد مثل آقای امین ما امیدوار باشیم که آقای حکمتیار میل داره به دولت افغانستان میپیونده و همسو با آقای بلخابی که بیشترینه استقبال میکنند آمدن آقای حکمتیار را و میتوان تا جایی به سود بحث صلح و جنگ افغانستان پنداشتش. در همین محور پس از میان برنامه کوتاه بحث میکنیم. ادامه گفتگو با امید همراهیتان تا پایین بس. آقای بلخابی بیاید درنگ داشته باشد روی این باور امین سیب که اصلا انتظار نمیشه داشت که در یک چنین شرایط آقای حکمتیار بیاید به صلح بپیونده. البته
اینم یک فرضیه است. خیلی با دیده شک و تردید میبینه نکته ای که شان اشاره کردن بجاست و درمو در داغی بس دو موسی ما قبل خیلی او روزا میفتن که نه بخاطر از اینکه به ازهان زنده شد جناب حکمتیار صاحب و باز یک بار به فضای سیاسی شخصیت از این مطرح شده یک سرصدای را انداخته یک بحث و یک دیدگاه است. یعنی در درون کشور یک دیدگاه است، نه تنها دیدگاه آقای امینی که یک دیدگاه است، شما از زبان خیلی آشنایید. ولی بحثی که من خوشبینی دارم او این است که حزب اسلامی یک حزب بسیار در گذشته قوی و با نفوذ بود، این همه ما شما در یاد داریم. اگر اول نبود، بعد از حزب جمعیت دوم حزب حداقل حزب اسلامی بود. ما یک تلو بسیار مطابق با واقع داشته باشیم. هنوز مردم شما سخت یک مردم سنتی است امالی و بنیادگرا، و این حزب هم یک حزب بنیادگرا است امالی هم دیگه. ولی زا هنوز بالاخره بقایای خود را در قریه و قصبات و ولسوالی ها و در ولایات داره، یعنی هنوز داره. بله، نکته ای که ایشان اشاره کردن بسیار خوب که یک پراکندگی ایجاد شده، نه این دو سه تا ایز شده و. ولی در مجموع در یک پلان عمومی، در یک پوشش عمومی، باز اینا دیدگاهشان یکیست. ولی با قول معروف هیچ گلی را به آب نمیده آمدنش. نه، تاثیرات خود داره. چه تاثیراتی؟ وقتی که این بحث مطرح شد، ما چون شاهد هستیم موارد در جای خود ما که یک مقداری دیدگاهی اون افرادی که در قریه و قصبات و ولایات بودن، یعنی نسبت به دولت نرمتر شد. یعنی اگر در گذشته اینا حداقل در صفوف مخالفی نبودن، ولی با دولت هم نبودن، یعنی به یک شکلی گاگوی بعضی جا حتی سوی استفاده بشه که اینا در کنار مخالفین قرار میفتن و شما در یاد دارید خیلی جا. ولی با این سرصدا یک مقداری این اطاف پذیری به اونا به وجود آمد. یعنی آل فیصدش من تایی نمیتونم، یعنی نمیخوام بگم که آل چند فیصد، آل یک فیصد بگم شما این داره. یکی دوم، اگر این به واقعیت بپیونده، یعنی و دیدگاه دیگه ای که این بیای بالاخره در صحنه، طبعا وقتی که میای اما توی گرس کردم یکی در انسان هایی که با باوری بالاخره هم قبلی خود هستند که حزب اسلامی یک حزب مقتدری جهادی بنیادگرای اسلامگرای فلان است و همو چیز، و این طبعا حداقل تقیه مخالفین تضعیف میشه در بعض جا، بسا موارد تضعیف میشه و نفسی آمدن از لحاظ وجودی، نفسی آمدن، نفسی پیوستن به پروسه صلح، این خوش یک تاثیر روانی داره. یعنی بحث با که میگه بحث نسبیه، نه مطلق. تاثیر روانش بالای کی؟ بالای جامعه. یعنی خوشبینی های ایجاد میشه، یعنی باورمندی های ایجاد میشه. اگر این پروسه شوه، یعنی تاثیرات مثبت داره، مرجعی میاست. ولی فقط خوشبینی که در ساحه عمل چیزی نداشته باشه، چی سودی میتونه با مردم افغانستان داشته باشه؟ مردم افغانستان کاهش جنگ، فروکشی این خشونت را آرزو دارند و صلح را آرزو دارند، آرامش و رفاه و آسایش همیشگی را آرزو دارند. خب با این خوشبینی چی میشه؟ بله، من خود در بحث اولی مرز کردم که متاسفانه همه شما موتور حرف زدیم و کدام قدم عملی نبودن. ولی یک چیز ما زیاد نبریم که امون عملی یک مقدماتی داره که مشاهار است، خوشبینی است، باور است، بحثای جامعه است، روانی است. اینا تاثیرات خود داره به این معنا. یعنی ما پیشتر با شما گفتم، من یک وکیل هستم که میشه در کوچه و بیچه میگردم، گاهی پیاده میرم. یعنی مستقیم تنگاتنگ با مردم در ارتباط هستم، یعنی این گونه فاصله بین ما و مردم نیست و از سراسر کشور، نه از یک ولایت سرپل، از تخار، از بدخشان، از همه جایی که میگم. ولی زا یعنی وقتی که این بحث داغ شد، وقتی ما میدیدیم یک حسی خوشبینی پیدا شده جامعه که این یک غمی دیگه کم شد، این میایه بالاخره حزب اسلامی و اینجا میایه در جمع دولت قرار میگیره، حداقل در داخل دولت میایه و یک مقداری حسی خوشبینی رو بالا میبرد. حالا گفتی شما جا
جنبه عملی چی اثر عملی داره در قدم های عملی خو یک بحثی است که هنوز ما نمیتونیم از پیش قضاوت بکنیم و شاید هم داشته باشه شاید هم نداشته باشه. خیلی کوتاه، اگر این که شما فرضیه تلقیش کردید که احتمالاً آقای حکمتیار اصلا میلی برای آمدن به صلح نداشته باشه و تمام اینها سناریو باشه، پس تحلیل شما چی جواب میکنه که این اگر سناریو بوده باشه و این فرضیه درست شود، درست ثابت شود، این سناریو را کی بازی میکرده باشه در افغانستان؟ یک اشاره خوبی اشاره داشتین شما، سوال کردین که این بحث این بازی بدیسی کی هسته. بله، یک قاعده کلی است از لحاظ حقوق بین المللی که قدرت های جهانی نبض بازی بدیسشانه، ساعتوار، دقیقوار، ربوار، اینا سعی میکنن که چی گونه بازی رو مدیریت بکنن. ما و شما مخصوصا افغانستان امروز از این قاعده استثناء نیسته، یعنی هر چی فعل و انفعالاتی که در کشور ما شما صورت میگیره اون بازیگران کلان این اشراف داره، نظارت داره و چی گونه میخوای مدیریت بکنه. با این مقدمه کوتاه میخوایم بگم که در بحثی داخلی ما افغانا در این بازی طبعا شما دیدین وقتی که بحث پیدا شد شخصیت ها و بزرگان حزب اسلامی خیلی بیدار شدن، هوشیار شدن، سرصدا رو انداختن. شما در یاد دارین که جنجال‌های فیسبوکی بیرون آمد که از کجا پیدا شد، از کجا ظهور کنه، از کجا بالاخره این قافله بالاخره حرکت بکنه. و حتی در یک فاتحه در یک شخصیت‌های ما شما که از وکیلا بود بسیار گمایش خوب نشان دادن، مرحوم شهید شیرولی وردک بود دیگه، شما در یاد دارین. بله. و پسری جناب حکمتیار صاحب حضور پیدا کرد در اونجا در نماز از اینا. اینا چیزهایی هستی که مانورایی هستی که خود را بیدار میکنن، ولی زا پس این بازی هم به نفع خود از اونا هسته هم ممکنه از پشت پرده متوی که اشاره کرده مدیریت شده به نوی. حالا با کجا با کی ما نمیتونیم از پیش قضاوت بکنیم، ولی قاعده کلی ما را این حسه با ما میده که در این بازی ها مدیریت های بالاخره وجود داره که او قدرت های بزرگ رو مدیریت میکنه. سپاسگزارتان. آقای امین، این باور را که به آقای حکمتیار یا در کل حزب اسلامی به رهبری حکمتیار میلی برای آمدن به صلح نداشته باشند یا سودی برای خودشان جستجو سراغ نداشته باشند در شرایط کنونی افغانستان، این را بلخابیس به یک فرضیه قلمداد کردن که شما باور قطعیتان بود، ولی اگر به قول بلخابیس این باور فرضیه ثابت شود یا یک دیدگاهی نادرست ثابت شود در آینده های نزدیک، اون زمان به نظر شما برای آوردن آقای حکمتیار به هوادارانش دولت در بدنه خودش چه کاری باید بکنه؟ ببین، اول شما تا زمانی که جنگ تعریف نکنین صلح نمیتونین تعریف کنین که با کی صلح میکنین. فعلا در افغانستان جنگ تعریف نشده مونده، یعنی شما در هر بخشی از کشور اگر جنگ ببینین با یک جای دیگه فرق داره. ذهنیت و افکاری آمد در رابطه با جنگی که در هلمند است با جنگی که در بدخشان است کاملا متفاوت است، از لحاظ ابزار جنگی، از لحاظ تفکری چی هست، گرایش ها چی هست. بعد هنوز ما برای افغانستان نمی جنگیم، این به عنوان یک شهروند افغانی در هر گوشه افغانستان شاید با این دید نجنگی، با دید قومی، با دید مذهبی، با دید گروهی سمتی هنوز فضای جنگ به این شکل است. حتی ما نمیفهمیم که این جنگ از سودش کی ها میبرن. ما در می 40 سال جنگ چی به دست آوردیم؟ خب به شکل بس کلی ما به نظر است که حالا بین در رابطه با پروسه سال با جناب حکمتیار اگر 4-5 موضوعی است که من اینجا یادداشت گرفتم، اگر حکمتیار اینا رو میتونست عملی بکنه بعد یک گام برای رفتن به طرف سال میتونست که یک جواب مثبت داشته باشه. اول حزب اسلامی باید موقفش را در رابطه با افرادگرایی و تفکر طالبانی باید مشخص میکرد که خب چی برنامه‌ای در برابر اینمی وضعیت داره، این باید مشخص میساخت. در قدم دوم با گروه‌هایی که حزب اسلامی سالها درگیر بود و امروز هم درگیر هست و اونها در بدنه قدرت حضور دارن باید با اینا کنار می آمد و زبان مشترک پیدا میکرد که تا اینها در رابطه با افغانستان تصمیم واحد میگرفتن که نکرده چنین کاملا به هیچ صورت. حالا ما از صحبت های از رنی صحبت های نماینده هاش دیدیم که نه با هیچ طرفی دیدوادی نکردم. و بعد باید حزب اسلامی که مدت سالهای متمادیست در این زیوا به سر میبره با استفاده از این فرصت باید یک طرحی
درستی در رابطه با اوضاع امنیتی و مهار کردن این وضعیت باید می‌داشت که افغانستان چطور از این بحران نجات پیدا بکنه و چطور این بحران مدیریت شود و چی باری کاری باید بکنیم که نیروهای خارجی کشور ترک بکنه و امنیت حاکم شود و قانون کلا تطبیق شود در افغانستان. و این طرح را ما از طرف حزب اسلامی به هیچ صورت نمی‌بینیم. در رابطه با ارزش‌های ملی یا با منافع ملی که یک کلی در رابطه با همه افغان ها به عنوان یک ارزش قبول داشته باشن، به عنوان منافع ملی قبول داشته باشن، دیدگاه حکمتیار صرف در رابطه با این ارزش ها مشخص نشده که هدف از حکمتیار برای ملت شدن و برای افغانستان واحد چی هست. و این مشکلات هایی است که تا زمانی که اینها قضایاش روشن نشوه به هیچ صورتی ما نمیتونیم به طرف صلح بریم. و بعد گروه های مختلفی یا روی واقعیت یا روی اشتباه یا به هر صورتی که بوده، این که چقدر حزب اسلامی مقصر بوده، چقدر گروه های دیگری مقصر بوده، یک طبقه مردم، یک گروهی کس بسیاری از مردم افغانستان خصوصا در شهر کابل و ولایت های مختلف از آدرس حزب اسلامی صدمه دیدن، اینها آسیب پذیر شدن، اینها همه چیز زندگیشون از دست دادن. که درسته که تنظیم های دیگر هم در اینجا تقصیر خود دارن که هر کدام در جایگاه خودش باید پاسخگو باشه. حزب اسلامی با استفاده از فرصت باید با این مردم ها دید و دید میکرد و بالاخره نظریات از اینا را جمع آوری میکرد و حد یقل یک هماهنگی در میان از اینا ایجاد میشد و اعتماد از اینا را حاصل میکرد. تا زمانی که این بعد از اینکه این موارد پیگیری میشد از طرف حزب اسلامی، بعد از او پیرامون صلح اینا با دولت کنار میشیشتن و بالاخره در رابطه با صلح و در رابطه با وضعیت جنگ، در رابطه با سیاست داخلی و سیاست خارجی اینا میتونستن در یک فضای دوستانه صحبت بکنن. ولی در بحث سود و تأثیر آمدن آقای حکمتیار به بحث صلح و جنگ افغانستان، باور وکیل سبعی هست که دست کم تأثیرات روانی خودش را برای ایجاد یک گستره خوشبینی در میان مردم داره. من صحبت های نماینده حزب اسلامی را کشیم، من شخصا با حکمتیار بسیار احترام دارم، یعنی هیچ نوع مخالفتی با حکمتیار ندارم که من در مقابلش قرار داشته باشم. یعنی هدف ما از صحبت ما جنبه اصلاحی داره و در نهایت فهم و برداشتی که ما از افکاری آمد داریم. نماینده حزب اسلامی زمانی که در رسانه ها صحبت کرد، از امو اصطلاحاتی که 20 سال قبل امو جبهه شمال، امو افراطی‌گرایی، امو اصطلاحاتی را که 20 سال قبل عنوان میکرد، هنوز از امو اصطلاحات استفاده میکنه. ببینین امروز روند تغییر کرده، فرهنگ در افغانستان تغییر کرده، گرایش ها عوض شده، عقاید تبادله شده، مردم با هم دیگر نزدیک شدند، جامعه نسبتا با همه جنگ ها متمدن شده و مردم یک مقدار به طرفی به اصطلاح مدرن شدن رفتار هستند، یک مقدار اوضاع تغییر کرده. هنوز حکمتیار صحبتاش درمو 20 سال قبل است. هدف ما است که بستر پذیرش اعتقادی و فرهنگی آقای حکمتیار هم وجود نداره. حالا امروز جدا از حکمتیار یک بحثی است که امروز همه رهبرایی که فعلا امروز در اینجا سن و سالشان در دورای جهاد یا جنگ سپری کردن و امروز نتیجه کارشان منفی قلمداد میشود در برابرشان ملت قرار داره، یک بحث عمومی هم مسئله ما هم نمیتونیم از انظار جامعه. بعد چگونه حکمتیار میتونه در همچه یک جامعه که به طرف روشنگرای حرکت میکنه و جامعه معلوم نیست که به طرف دین رفت، دین سالاری میره یا به طرف سکولاریسم میره، هنوز تقابل فرهنگای مختلف وجود داره، هنوز بستر مردم به شیوه های دیگر عملی شده است. ما به این نظر هستم که اگر تا زمانی که یک فرصت دیگری عذاب جهادی داره رهبران جهاد، یک فرصت دیگر دارن که اینا هنوز هم وقت است که اینا برگردن به مو ساختار اولیه، از عذاب متعدد اینا بیرون شون، اینا بیان در همون نهضت اسلامی یک بار دیگر یک شورای اینها باید اختلافاتشان را کنار بگذارن در رابطه با مردمشان، در رابطه با دین، در رابطه با مسئولیت هاشان، در رابطه با خدا، در رابطه با همه زندگی شهروندای افغانستان، اینا باید یک دیدی مشترک داشته باشند و یک حزب مشترک باید بسازند و در مقابل تهاجم فرهنگی دیگر اینا باید مبارزه کنند. خب شما در حزب اسلامی ببینید موقفای پیشین همین تنظیم ها چون این انتظار میره که در زیر درفش نهضت اسلامی اینم یک آرمان است، یک رویاست. ما به صورت کل ما به این نظر نیستیم که دو نفر از اینا اگر چنین شود، بله هنوزم حالا شما در تمام ازبهای امی کسایی که در صحنه جهاد بودن، ازبهای مقتدری بودن که در رسن حکمتیار سیب استاد شهید بود، استاد سیاف هست که زنده هستن، شما در بستر مردمی برای فرهنگ سازی، برای آگاهی دادن مردم
چی کاری همی عذاب میکنن الان؟ اولا ما بحثی است که ما حزب ما در افغانستان نداریم، نه هیچ حزبی، نه اسلامی و نه چپی، تمام از اینها دستخوش حوادث و بازی های سیاست های بیرونی است. به صورت کل ما به این نظر هستم که اگر یک تفکر ملی، اگر حالا اگر بگیم اسلامی هم نباشه، یک تفکر ملی افغانستان شمول که برای افغانستان ارزش قائل باشه و موقفشان در برابر جهان بیرونی، شرکای بین المللی، کشورهای همسایه در سیاست جهانی موقف ثابت داشته باشند، این میتونه یک راه حلی برای نجات افغانستان بوده باشه. ای آمدن های پراگنده حکمتیار و ای آمدن که یک بدن طالب بیاید، موقف گیری های پاکستان که یک دو کشور به نوی فریب میکنه و جلسات دایر میکنه، این وضعیت ها به نظر من قطعا سودی بر افغانستان نداره. هر حرکتی جنگ در افغانستان تشدید میبخشه و ناامنی در سراسر افغانستان شدت میبخشه و هیچ دردی را دوا نمیکنه. تا زمانی که افغانستان برنگرده به منابع داخلیش، تا زمانی که از همین امکانات کوچک خودش استفاده نکنه، تا زمانی که با پولها و با سرمایه های بیرونی ویدا نگه، البته استیپ با استیپ با اونم با یک سیاستی، با یک سیاست دلسوزانه ملی، در غیر آن اینمی وضعیت ادامه دارد. تا زمانی که سیاست شما درست است که فرد فردی مردی ما در برابر اتحاد جماهیر شوروی جنگید، اما در آخرین ترین ثمرش به کجا رفت؟ چه قسمی جهاد بسیار بسادگی به انحراف کشانده شد و چه قسمی اتحاد جماهیر شوروی در یک معامله بین المللی افغانستان ترک کرد و افغانستان وارد یک صحنه جدیدی از جنگ ها شد که امروز ما در رقابت کشورهای بیرونی این کشور هنوز هم در جنگ می سوزد. خیلی سپاس شریف صاحب، در پایان برنامه هستیم. جنبندی شما رو میخوام با این پرسش داشته باشم که اگر این پرسش هم میخوام داشته باشم پاسخش که اگر شورای عالی صلحی که بالاخره انگشتای انتقاد طرفش خیلی زیاد است ای اواخر و تنها به خاطر اعاده آبروی خودش امین دستاورد را نداشته باشه و نتون آقای حکمتیار را به دولت افغانستان به پیوست بوده، اون زمان با شورای عالی صلح چی باید شد؟ خدمت شما عرض کنیم شورای عالی صلح ابتکار نداره، این کار نمیتونه و ده ها کار دیگر را نتوانسته، برنامه نداره، استراتژی نداره، برنامه مدون و مشخص نداره و مخصوصا فعلا و بسیار به یک وضعیت منفعل قرار داره شورای عالی صلح. ولی یک چیزی میخوایم بگم که ما از ناگذاری هم که شد و بعد ما طرفدار پروسه صلح باشیم و هر یکی از افغانای ما طالب دیگه یا حزب اسلامی ما برابری جناب حکمتیار است، وقتی که دست صلح و یا حرکت صلح مثلا با ما به نمایش میگذاره، بعد ما پذیرا باشیم، استقبال بکنیم و نهایت تلاش بکنیم به هر نوع که ما بالاخره یک قدم صلح برداریم. بله از مجرای دیگر شما میگید، نه از شورای صلح. حالا از هر آدرس شوه و در نهایت باید شورای عالی صلح باید باشه. چی باید شورای عالی صلح؟ ساختارش باز تغییر بکنه یا خودش دروازش بسته؟ نه، باید مدیریت شوه، برنامه داشته باشه، یعنی نهادینه شوه، یعنی همش با عرف نباشه، با سلیقه آی فلانی فلانی نباشه. یعنی وقتی برنامه محور بود، وقتی برنامه و استراتژی وجود داشت، باز میشه که کار کرد. یعنی ممکنه فعلا در گرد میز شورای عالی صلح افرادای دانشمند، دلسوز، آدمای مدیر مدبر باشه، چون که برنامه نباشه دیگه نمیتونه کاری را به جای برسونه. خیلی سپاس از شما شریفی بلخابی، نماینده مردم در مجلس، و سید عبدالمقدم امین، آگاه سیاسی، از حضورتان در این میز، و تشکر زیاد هم از شما برای پایشتان پای این بحث آخر خط. تا درود و دیدار دیگر، ماندگار باشید. بدرود.